سامانی پدافند هوایی آذرخش ساخت ایران. سامانی پدافند هوایی آذرخش یک سامانی پدافند هوایی ارتفاع پست است که با ترکیب از موشک‌های پدافندی فروسرخ آذرخش برای درگیری با دشمن و اپتیکو رادار برای رصد دشمن ساخته شده است. سامانی آذرخش متشکل از 4 موشک آذرخش است. این موشک‌ها خود روایت جالبی دارند. آذرخش برای اولین بار در سال 1396 به عنوان موشک ضد تانک رونمایی شد. چیزی که در همان لحظه اول نیز بسیار جالب بود این بود که موشک مورد نظر بر اساس پلتفرم موشک سایدواندر نسخه جی ساخته شده است که در ایران نیز از زمان حکومت پهلوی در خدمت است. سایدواندر یک موشک هوا به هواست و دارای سیستم هدایت فروسرخ می باشد و در واقع به وسیله کاوندی فروسرخ خود بر روی منبع گرمایی که همون خروجی موتور جنگنده دشمن می باشد قفل می کند. که در آن سال این موشک با همین سیستم هدایت به عنوان موشک ضد تانک معرفی شد. این سیستم ضد تانک در نوع خود جالب بود زیرا در مرحله اول پلتفرم و سیستم هدایت یک سیستم هوا به هوا بود و استفاده از موشک با سیستم هدایت فروسرخ برای زدن تانک تا کنون گزارش نشده است. همچنین کلاهکی که برای انهدام تانک لازم است کلاهک خرجگود ضد زره در حالی که موشکی چون سایدواندر دارای کلاهک انفجار قوی ترکش شونده است. البته در همون زمانی هیچ اطلاعاتی در مورد کلاهک آذرخش منتشر نشد، تنها به این بسنده شد که سرعت موشک حدود 1.8 ماخ و بردان به 10 کیلومتر میرسد. نکته بعدی این است که نیروی هوایی ما از جنگنده های آمریکایی زیادی تشکیل شده که از موشک های هوا به هوای قدیمی بازمانده از دوران شاه استفاده می کنند. نکته‌ای که برای بسیاری ها در همان زمان جالب بود این بود که چرا باید وقتی موشک هوا به هوای فروسرخ نیاز نیروی هوایی است بر اساس یک موشک هوا به هوای یک موشک ضد تانک ساخته شود. در همان زمان صحبت‌هایی وجود داشت که احتمالاً آذرخش پروژه‌ای برای به خط برگرداندن موشک‌های سایدواندر قدیمی به خط با تعویض پیشرانی سوخت جامد و همچنین کاونده آنهاست. زیرا چند هزار تیر از این موشک در زمان حکومت پهلوی تحویل گرفته شده بود. ولی چرا در نقش ضد تانک آن هم زمانی که طیف وسیعی از موشک‌های ضد تانک در کشور تولید می‌شوند؟ حالا از آذرخش ضد تانک بگذریم. در سال 1399 موشک آذرخش در نقش هوا به هوا از یک پهپاد کرار شلیک شد که این نخستین باری بود که این موشک در نقش هوا به هوا از آن استفاده می‌شد. در فیلم مشخصاً موشک دارای سیستم هدایت تصویرساز حرارتی بود که یک نسل جلوتر از سیستم هدایت فروسرخ است. در سامانی پدافندی آذرخش این موشک بر روی خودروی تاکتیکی از قرار ساخت کشور ترکیه بر روی برجه قرار گرفته است که دارای نقش پدافندی است. اگر مبنا را بر این قرار بدهیم که موشک آذرخش حالا چه یک موشک از نو ساخته شده باشد و یا موشک‌های سایدواندر بهسازی شده که بدون شک سیستم کاونده کاملا تغییر کرده است، این موشک یک موشک هوا به هواست که همکنون قرار است در نقش پدافندی از آن استفاده شود. استفاده از موشک سایدواندر در نقش پدافندی اصلا چیز جدید و غریبی نیست. در واقع اولین بار خود آمریکایی‌ها بر روی سامانی چاپار که شامل نصب 4 موشک هوا به هوای سایدواندر بر روی یک برجک بر روی نفربر زرهی M113 بود دست به چنین اقدامی زدند. سامانی چاپار از دهه 1960 تا میانی دهه 1990 به عنوان موشک پدافند ارتفاع پایین در آمریکا خدمت می‌کرد. تا اینکه سامانی اونجر که ترکیبی از 8 موشک فروسرخ سینگر سوار بر یک خودروی تاکتیکی بود جای آن را گرفت. چاپال به شکل گسترده‌ای در بسیاری از کشورهای جهان صادر شد و حتی زمانی که در آمریکا از خدمت خارج شد به شکل دست دوم به کشورهای زیادی فروخته شد، ولی یکی از کشورهایی که طرح‌های مشابه دقیقاً مانند آذرخش را توسعه داد کشور تایوان بود. تایوان سامانی چاپار و همچنین موشک سایدواندر را در خدمت دارد. بعدها در دهه 1990 دست به ساخت نسخه بومی سایدواندر به نام اسکای اسفرد 1 زد. اسکای اسفرد 1 همانطور که گفته شد بر اساس موشک سایدواندر برای پرتاب جنگنده های بومی جینکو نیروی هوایی تایوان ساخته شد. تایوانی ها بر اساس اسکای اسفرد سامانی پدافندی به نام TC-1 را توسعه دادند که شامل 4 موشک اسکای اسفر سوار بر یک کامیون تاکتیکی 4 چرخ بود که مجهز به یک رادار جستجو بر روی برجک اصلی برای کشف هدف بود.
آنها حتی نسخه دریایی این سامانه را نیز برای نصب روی شناورهای جنگی خود ساختند که البته رادار نداشت و برای کشف هدف متکی به رادار شناور بود. در ایران نیز دقیقاً همین فرایند طی شده است و موشک آذرخش بر روی برجک با قابلیت چرخش 360 درجه نصب شده و بر روی برجک نیز یک رادار آرای فازی با برد 50 کیلومتر نصب شده است. این رادار برای کشف هدف به کار می رود و نه هدایت آتش، زیرا موشک آذرخش به عنوان یک موشک فروسرخ نیازی به منبع هدایت خارجی ندارد. همچنین یک سامانی اپتیکی نیز در کنار رادار نصب شده که مجهز به سیستم دید حرارتی بوده تا کاربر بتواند قبل از شلیک به هدف به صورت اپتیکی هدف را رؤیت کند و بر اساس فیلم منتشر شده دارای سیستم تعقیب خودکار هدف است و گفته شده برد کشف آن 25 کیلومتر است. برد درگیری موشک 10 کیلومتر عنوان شده و اگرچه در مورد ارتفاع آن چیزی گفته نشده ولی احتمالاً حدود 5 کیلومتر است. البته سایدواندر بیشتر از این برد دارد، ولی به هر حال وقتی در نقش پدافندی استفاده می شود موشک انرژی بیشتری را صرف ارتفاع گرفتن می کند که برد را کاهش می دهد. همچنین در موشک آذرخش گفته شده دارای وزن 70 کیلوگرم می باشد که کلاهک جنگی آن 4.5 کیلوگرم وزن دارد. سیستم هدایت تاثیرساز حرارتی کمک می کند که کاونده موشک بتواند بر روی گرمای با سطح کم نیز قفل کند. این موشک در تمرینات چه زمانی که از هوا و چه زمانی که از زمین بر ضد پهپاد شلیک شده توانسته پهپادهایی با سطح تولید گرمای کم را نیز رصد و بر روی آنها قفل کند. حتی در تصویری از 3 کیلومتری روی یک موتور پیستونی کوچک پهپاد قفل کرده است. در تصاویر تست موشک آذرخش سامانه آذرخش، موشک دارای سیستم پیشرانی بدون دود بوده که نشان دهنده این است که دست کم پیشرانه پیشرفته تر از پیشرانه سوخت جامد سایدواندر نسخه جی است. نکته جالب نصب این سیستم بر روی کامیون ساخت ترکیه از نوع تورکار سوس. این کامیون با سرعت 120 کیلومتر در ساعت دارای قدرت 116 اسب بخار است و گفته شده میتواند 2 تن بار حمل کند. این کامیون کشندی سامانی پدافند حصار ساخت ترکیه نیز هست، ولی باز مشخص نیست چرا با وجود طیف گستردی از وانتا و خودروهای تاکتیکی ساخت داخل از کامیون ترکی استفاده شده است، ولی مشخصا سیستم بسیار جمع و جور و با قابلیت جابجایی بالایی هست. آذرخش چندمین سیستم ارتفاع پایین توسعه یافته در کشور و دست کم سامانه پدافندی مجید نزدیکترین سامانه به این سیستم است. آذرخش توسط ارتش توسعه یافته و احتمالاً اگر وارد خدمت شود توسط ارتش نیز استفاده می شود. خیلی ممنونم که تا انتها همراه من بودید. امیدوارم از دیدن این فیلم آموزشی لذت برده باشید.